رسمی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مصر. به گزارش یورو نیوز، مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مصر رسما از روز دوشنبه با رقابت میان نامزدهای اسلامگرا و نامزدهای لیبرال و لایک آغاز شد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر سوم و چهارم و دور دوم آن هم 27 و 28 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. سانحه کشتی در هند چندین کشته داد. به گزارش یورو نیوز، دست کم 30 تن در روز دوشنبه پس از واژگونی کشتی در رودخانه ای در شمال شرق هند جان باختند. ممکن است شمار کشته های این حادثه که در اثر طوفان رخ داده است افزایش یابد. نیروهای امدادگر در حال حاضر در جستجوی نزدیک 150 گم شده این حادثه هستند. بیش از 100 نفر نیز در این حادثه در ایالت آسام هند نجات یافتند. محکومیت زنی مسلمان در بوسنی به دلیل ارتکاب جرائم جنگی. به گزارش یورو نیوز، روز دوشنبه در بوسنی نخستین زن مسلمان به جرم ارتکاب جنایت‌های جنگی در فاصله سال‌های 1992 تا 1995 در درگیری مسلمانان و کروات‌های بوسنی در یوگسلاوی سابق به 5.5 سال حبس محکوم شد. پیش از این تنها زن مجرم در زمینه ارتکاب جرائم جنگی در درگیری‌های یوگسلاوی سابق از رهبران سابق سربهای بوسنی بود که پس از تحمل 6 سال از محکومیت حبس خود از زندان آزاد شد. انفجارهای مرگبار در شهر ادلب سوریه. به گزارش یورو نیوز، انفجار سوم در شهر ادلب دست کم 9 کشته و 100 مجروح به جای گذاشت. یکی از فعالان حقوق بشر مخالف دولت سوریه شمار کشته ها را 20 نفر اعلام کرده و گفته است به نظر می رسد هدف این بمبگذاری ها دفاتر اطلاعاتی نیروهای هوایی و ارتش سوریه بوده است. یک فقره اختلاس بزرگ دیگر در شبکه بانکی ایران کشف شد. به گزارش العربیه، عباس مؤمن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان در جنوب ایران از کشف یک اختلاس بزرگ دیگر در شبکه بانکی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، مؤمن‌زاده در نشستی خبری در این باره گفت این تخلف در جریان یان عطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داده است. رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران به دادگاه فراخوانده شد. به گزارش العربیه، پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران به خاطر ارسال یک گزارش ویدیویی درباره دختران نینجا کار ایرانی به دادگاه فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پریسا حافظی به خاطر ارسال یک گزارش ویدئویی که در آن دختران رزمیکار ایرانی به عنوان آدمکش خطاب شده بودند در مقابل قاضی قرار خواهد گرفت. چندی پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران مجوز فعالیت خبرگزاری رویترز در ایران را به حال تعلیق درآورد. نگرانی جامعه مدرسین قم از تورم در ایران. به گزارش بی بی سی، تعدادی از روحانیون بلندپایه قم در خصوص افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نوشته است که تعدادی از روحانیون قم طی نامه‌ای خطاب به دولت بر ضرورت رسیدگی هرچه بیشتر به بحث اقتصادی و مسئله گرانی ها تاکید کردند. این نامه که به امضای محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رسیده است، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌خواهد که ضمن تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی جلوی نگرانی ها و افزایش قیمت های موجود را بگیرد. اظهار امیدواری ایران به لغو تحریم ها در مذاکرات بغداد. به گزارش العربیه، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اظهار امیدواری کرد نشست آتی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد به حل اختلاف ها بر سر برنامه اتمی ایران منجر شود. وی همچنین تاکید کرد ایران تا زمانی که چارچوب همکاری آتی با آژانس مشخص نشود نمیتواند به بازرسان اجازه دهد از تأسیسات نظامی بازدید کنند.
بینندگان محترم شبکه جهانی کلمه، در پاسخ به درخواست مکرر شما بینندگان عزیز، واحد خبر شبکه جهانی کلمه بخش ویژه‌ای تحت عنوان برداشت آزاد را به برنامه خبری خود افزوده است. جهت ارسال فایل تصویری و خبری با ایمیل خبر@kalame.tv مکاتبه فرمایید.